سیامک قادری همکارم اینجا در استودیو همراه ما هست در همین ارتباط. سیامک، صحبت‌های مجید رضا رهنورد که با هدف تخریب اون در واقع پخش شد به ما چی میگه دقیقاً؟ ببین رکسانا، واقعیتش اینه این تصویری که جمهوری اسلامی پخش کرد از لحظات پیش از در واقع بردن برای اجرای حکم اعدام، خیلی این جوان در واقع سربدار رو تبدیلش کرد به یک نماد برای این جنبش. شما وقتی میبینید در این حال که مظلومیت این در واقع قربانی رو میبینید، قربانی در واقع خشونت و ایدئولوژی اسلامی رو میبینید، در این حال اون در واقع مناعت و بزرگمنشی و این در واقع اسواریش رو میبینید و اینی که چجوری در واقع شعارهای جنبش با در واقع رفتار و گامهای کسایی که باش همراه هستن و براش دارن میجنگن چجوری عجین شده، یا نه حتی از اون طرف چجوری جنبش تونسته در واقع شعاراشو در رفتار این نسل جدید متبلور کنه. ما وقتی ایشونو داشتن میبردن، اون جوابهایی که به اون بازجو خبرنگار داد به ما نشون میده که واقعا این جنبش به لحاظ مرزهای اخلاقی یک فاصله بسیار زیادی با حکومت داره. حکومت تلاش کرد در واقع یک چهره مخدوشی از در واقع این کشته و این سربدار در واقع این جنبش انقلابی نشون بده، ولی برعکس شد. یعنی تمام کسانی که دیدن به اتفاق قبول دارن که این نشون داد که چقدر جنبش مزیت اخلاقی داره بر رژیمی که داره باش میجنگه. سیامک، حالا با توجه به صحبت‌های شما و چیزی که قبلا ما دیدیم و شنیدیم، می‌دونیم که جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد، همه تلاشش رو به کار برد تا چهره مجید رضا رهنورد رو تخریب کنه. اما واکنش مردم، همسایه‌ها، هم محلی‌ها در واقع به اعدام مجید رضا رهنورد و این عملش چی بوده؟ ببین، جمهوری اسلامی، خب ما خیلی ویدیو دیدیم و عکس دیدیم از اینی که خیلی تلاش کرد که خانواده اینو در واقع ببرش تو اون چارچوب تبلیغاتی خودش و اینو به عنوان یک قاتل جا بزنه. هم تو بحث اعترافات اجباری دیدیم که کاملا مشخص بود و هم این که دوتا قربانی دارن اینا که اصلا هویت مشخصی نداره، شما اینا رو پیدا نمیتونید بکنید. بعد اینم میدونید که خب محله اینا در یک محله در واقع کاملا مذهبی شهر مشهد هست، یعنی در جنوب شهر مشهد، جنوب جغرافیایی نه، جنوب اجتماعی شهر مشهد هست، جایی است که جمعیت در واقع باورمند به جمهوری اسلامی زیاده و اینا سعی کردن با بستن جلوی در خونهشون، میلگرد جوش دادن در واقع و مسدود کردن هر آنچه که اونجا هستن، انسانهای دیگه هم اونجا زندگی میکردن، سعی کردن که نشون بدن که اینجا یک جای، یک موجود خطرناکیه. ولی ما دیدیم که مردم بعد از اینی که در واقع این اعدام صورت گرفت چجوری هجوم بردن اونجا، گل گذاشتن اونجا. جمهوری اسلامی هنوز جرأت نکرده در واقع تردد تو اون محدوده باز کنه و بذاره مردم بیان اونجا. و ببینید، یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای اینی که از این قضیه برای خودش یک رهایی ایجاد کنه، خصوصا که ما میدونیم که الان جمهوری اسلامی از داخل خودش به خاطر این اعدام‌های در واقع وحشیانه‌ای که انجام داده به شدت تحت فشاره. الان خیلی تلاش داشت با این اعترافی که میخواد بگیره در آخرین لحظه با اون بازجو خبرنگار، خیلی تلاش داشت همون خط تبلیغی خودش رو بیاره که این جوان مثلا میگه که موقعی که مثلا مردم دیگه قرآن نخونید، بیاید مثلا شادی کنید و برقصید. اما این برعکسه، یعنی این کاملا نشون میده که چقدر در واقع این جنبش رسوخ پیدا کرده و در همون محل هم، یعنی یک محل مذهبی، مردم همچنان منتظرن. یعنی ما ویدیوهایی داریم و خبرهایی داریم از اونجا که همچنان مانع از حضور مردم در اطراف منزل این شهید میشن.